مثبت رو دارن. سه تا ویژگی که آدما تو رو از بیرون نگاه میکنن خیلی بولد و پررنگه چیه؟ من میگم شغلت درس خوندنه، خیلی درس میخونم، کلن علاقه دارم به درس، دوست خوندن. داری؟ آره. بعد تو ریاضی فیزیک میشه گفت تقریبا اوکی هم. تحلیل سوالا رو خیلی راحت میتونم انجام بدم. گاهی اوقات یه سری سوالا هست شاید بقیه نتونن حل کنم، ولی خب من میتونم حل کنم. حتی تو دانشگاه هم این بود، من درس های ریاضی و فیزیک هم و اینا رو بالای 19 شدم، حتی فیزیک هم 20 شدم. دوست داشتی؟ آره دوست داشتم، علاقه شخصی بود. بعد یکی هم که نمیدونم، والا نمیشه گفتش اینو، ولی بگو راحت بگو. آره. شکست نفسی نداریم که. نه خودم میتونستم پس خودم بر بیام دیگه، خسته میشدم خودم رو جمع میکردم. جمع میکردم. ببین بعضی از آدم ها دقیقا همین جوری هم. میرن جلو به یه مانع میخورن، میگن یه چکش به من بده، یه کلنگ به من بده، من اینو بزنم بشکنم رد کنم برم بعد. یا به قول ایشون دور میزن. رفتم دیدم اشتباه دور میزنم یا از این مسیر درست میرم. این شخصیت ها شخصیت های برندن، شخصیت های پیروزن. این شخصیت ها در هر پلنی که وارد میشن و در هر سیستمی که وارد میشن موفقیت ها میزن. شخصی هم که از پس خودم برمیام، میتونم خودم رو جمع جور کنم. قبول مسئولیت کارها فارغ از اینکه نتیجه آن چیز، شما رو یک برنده تبدیل خواهد کرد. خودت فهم کردی کنکور رو دادی چند بشی؟ خودم رو 200 حساب کرده بودم، ولی اگه اول سال کنکور بهت میگفتم 200 میاری تو باور میکردی 200 بشه، یا میگفتی مشاوره دیگه بعد انگیزه بده روحیه بده. من اسم اینو زدم، زدم به دیوار همه ببینن دکتر نیما احمدی قبولی قطعی. آره زده بود قبول به دیوار زده دارم از کنکور نشده و 6 ماه مونده بود تا کنکور. چرا؟ چون من 2 ماه کار اینو ببینم، 2 ماه از کار این میفهمم این چی کار است. ببین وقتی اینو تو میگی دستت خوب اینجوری چیز نمیکنه، نمیده اینو بیرون، معلومه این کارش خوب نیست دیگه. 2 ماه ببینمت فهمیدم کجایی. 3 ماه. 2 ماه تا 3 ماه. نتیجه رو کار نداشته باش. به نتیجه فکر کرد خودت؟ چرا دروغ بگم؟ آره فکر میکرد. اذیتت میکرد؟ اذیت کرد. یا باعث پیشرفتت میشد؟ انگیزه میداد بیشتر. تا اینکه مثلا میخواد موجب این بشه که منو نگه داره. آقا نه اگه نشه چی؟ مهر، آبان، آذر، تو این 3 ماه سخت‌ترینش کدومه؟ مهر. نه البته نزدیک دی که میشیم سخت‌تر میشه. نه بین مهر و آبان و آذر دارم میگم. نزدیک دی میشیم یعنی آذر سخت‌تر. چرا؟ چون اولش آدم انرژی داره. مهر رو میخونی مثلا، آبان رو میخونی، آذر یهو میبره. یکم میبره. با اونی که تابستون خونده مه میبره دیگه. آره دیگه میگم اینجوریه، یه بازه ای داره کنکور، هر 2-3 ماه این اتفاقه میفته. این دیگه خودت باید هندل کنی، یه کاری برای خودت درست کنی. آقا مثلا برو نیم ساعت بود، آقا یکم با خانواده صحبت کن، یکم پیش خودت تنها باش، یکم بشین اون تحلیلاتو بخون. روز اعلام نتیجه چی یادته؟ شب اعلام نتیجه ساعت 2-3 نصف شب جواب اومد، کل خانواده داشتیم یه رفرش میزدیم، همه با هم، همه بعد هر کی تو موبایل خود. ما که خونه خودمون بودیم، خاله ها و عمه ها و عمو ها اون بعد رفرش میزدن، همه منتظر بودن دیگه. و من دیگه ساعت گفتم میخوام حوصله ندارم دیگه استرس. دو خوابیدی؟ نه همین سرمو گذاشتم رو بالش، مامانم گفت بیا اومد بزن. آره گفت بیا خودت بزن. آره گفتم مامان بیرون وایستا که من الان از استرس دارم اصلا دیگه سرم درد گرفته. زدم رفتم پایین یه نگاه کردم باورم نمیشد، یه نگاه دیگه کردم دیدم به 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 به. آره بازی رو بردی. آره دیگه بردی. همونجا شروع کردیم زنگ زدن. آره جیغ زدیم هم بالا پایین پریدیم، خیلی حالا چند جا دو نیم بود فکر کنم، دو نیم سه بود زنگ زدم به شما جواب دادید، همه زنگ میزدن اونجا هسته دیگه، شما کم 3 بود جواب دادید شما. نهایی چی؟ نهایت فکر میکردی دندون تهران بیاری؟ ببین آقا من اینجوری انتخاب کردم. بعد دندون تهران چی بود؟ شهید بهشتی رو زده بودم، تهران رو زده بودم، شیراز رو زده بودم. اوه چقدر فرقش بود. یعنی اینجوری پردیس هم نزده بود؟ این بس روزانه، همه روزانه بود. تهران رو زده بودم، خیلیه.
بعد الان نفر کارنامه سبز اومد دیگه.